لبنان، فلسطین، یمن، بحرین، تونس، لیبی، مراکش، الجزایر و همچنین نمایندگان جوانها و مردم به پاخواسته سوریه. و بعد هم پشت سر هم در همین شرایط سرکوب، در همین تنگنا، رهبران و شخصیت‌های عراقی که یکی بعد از دیگری بر حقوق مجاهدین، بر حقانیت مجاهدین و بر مقاومت مجاهدین پیاپی تأکید می‌کنند. بنابراین من این بحث رو می‌گذارم برای بعد، چون تمام دنیا شاهد است که چه کارزار عظیم، فشرده، شبان روزی اشرف و مریم درگیرش بودند و چگونه مریم به نحو معجزه آسایی دشمن شما رو پس زد و دست رژیم رو از اشرف کوتاه کرد و کردید. ابتدا برمیگردم به خودتون، به نقشه مسیر و درس ماندگار بر سر چشمه و صندوق صدق به عنوان مبنا و پایه ساختمان عظیم و با شکوهی که در این 9 ماه زیر بالاترین فشارها و تحت محاصره آجر به آجر ساختید و بنا کردید و بالا بردید. روز به روز و ساعت به ساعت موضوع این بود که مجاهدین پس از خاکسپاری شهیدانشون با 40 روز تأخیر به جمع‌بندی نشستند و در همون دور نخست در شب 4 خرداد تصمیم خودشون رو برای درس ماندگار، برای دفاع از خط قرمز شرف و مقاومت مردم ایران، تسلیم نشدن در برابر دشمن پلید و دست نشاندگانش و مزدورانش به هر قیمت گرفتند. در فردای 19 فروردین تا بخواهید دود و دم بود و شاخ و شانه کشیدن، انگار که دشمن چیزی به دست آورده است. 3 روز بعد از حمله، بهتر بگم 2 روز، حمله در 19 فروردین بوده، در 22 فروردین اون ضرب العجل کذایی برای امروز روز 31 دسامبر سال 2011 اعلام شد. خب فرصت خوبی بود همزمان با بیرون رفتن نیروهای آمریکایی که از زمان دولت بوش تاریخش معین شده بود. به این وسیله رژیم میخواست که ما را بترساند و بپاشاند. گفته بودیم که اگر اشرف بایستد جهان ایستادگی خواهد کرد و چنین شد. گفته بودیم که اگر زمان 100 بار هم پرفتنه تر باشه مجاهدین درس خود رو از صاحب این سرزمین پیامبر جاودان آزادی امام حسین رو میگویم و از حضرت علی آموختند و از زینب کبرا. حالا دشمن بور و کور میبیند که تشبثاتش برای آن که در نظر داشت به جایی نرسیده و درست به عکس عدو سبب خیر شده و شما در بام جهان قرار گرفتید که بعد به اون خواهیم پرداخت. فعلا اما تمرکز من روی اصل موضوع بر روی درس ماندگار است. خودمون رو آماده کرده بودیم که طبق انتخابی که کردید در سلسله نشست ها، طبق نقشه مسیری که در شب قدر انتخاب کردید و طبق جمع‌بندی نخستین در شب 4 خرداد، این بار اگر حمله‌ای بشود و دشمن دست از پا خطا کند درسی ماندگار بر جای بگذاریم. بله بله، با همین دست خالی، بله بی سلاح. و این سنگ بنای قضیه بود و تعیین تکلیفش در پایه و در مبنا. برای شما شاید که امری طبیعی بود، چون روزی که مجاهدت رو انتخاب کردید از سر صدق قیمت اون رو می فهمیدید و در دهه‌های متوالی و به خصوص
همین دهه اخیر که در اواخر نهمین سالش هستیم بارها به آزمایش کشیده شده بود، اما من میخواهم که با هم ببینیم که سنگ بنا چه بود و از کجا سنگ بنای پیروزی کار گذاشته شد. از خود شما، از تک تک شما. بگذارید با هم ببینیم، بعد ادامه میدهم. درس ماندگار، انتخاب جنگ صد برابر در نقشه مسیر اشرف، مهر و آبان 1390.